سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. لکچر امروزی ما درباره مانوسایت می باشد که امروز ما شما مطالعه میکنیم که مانوسایت چی است، حد نرمال مانوسایت چند است و ما شما مطالعه میکنیم که وظیفه همین مانوسایت چی است. تمام اینها را امروز ما شما تحت بحث قرار میدیم. خب شروع میکنیم با لکچر خود. قسمی که ما شما در لکچرهای گذشته گفتیم که WBC به دو بخش تقسیم می شود که عبارت از گرانلوسایت و نان گرانلوسایت می باشد، که باز گرانلوسایت نیز تحت بحث قرار دادیم که به سه بخش تقسیم شد و هر یک بخش گرانلوسایت ما شما به شکل مفصل تحت بحث قرار دادیم. حالا میایم سر نان گرانلوسایت. نان گرانلوسایت میگیم که به دو بخش تقسیم می شود که عبارت از مانوسایت و لیمفوسایت می باشد، که در لکچر امروزی تمرکز ما بالای همین مانوسایت می باشد. خب مانوسایت میگیم که یک شکل همین نیوکلس مانوسایت میگیم یک شکل لوبیا ماننده داره و حد نرمال مانوسایت کست میگیم از 2 الی 10% است و زمانی که همین حد نرمال مانوسایت از 10% افزایش یابد، ایره ما شما به نام مانوسایتوز زیاد میکنیم. و دیگه میگیم که زمانی که همین مانوسایت تشکیل می شود، در به مدت 3 روز در جریان خون باقی می ماند و بعد از همین 3 روز همین حجره مانوسایت به نسج انتقال می کند و زمانی که مانوسایت به نسج انتقال کرد تغییر نام می کند و نامش به نام ماکروفیج یاد می شود. پس ما شما گفته می تانیم که مانوسایت که مانوسایت زمانی که در نسج انتقال کرد عبارت از ماکروفیج است و یا میگه ماکروفیج که در نسج موقعیت دارد در اصل عبارت از مانوسایت است. درست؟ و این حال میگیم زمانی که مانوسایت در نسج به نسج انتقال کرد تغییر نام هم کرد که نامش ماکروفیج تا به ماکروفیج مبدل شد. پس وظیفه ماکروفیج چی است؟ ما شما میگیم که همین ماکروفیج تقریبا در تمام انساج ما موجود می باشد، ولو اگر همین نسج داره التهاب هم نباشد، بدون التهاب باشد، ولی ماکروفیج در آن موقعیت داشته موجود می باشد. و ماکروفیج چی وقت فعال می شود؟ زمانی که نسج التهابی شود. و زمانی که ماکروفیج فعال شد کدام وظیفه را انجام می داد؟ و وظیفه ماکروفیج در نسج در نسج التهابی البته عبارت از چی است؟ فاگوسایتوز است. فاگوسایتوز یعنی هضم کردن. هضم کردن چی؟ هضم کردن باکتریا، حجرات زخمی و حجرات سابقه. این وظیفه ماکروفیج در نسج است. و وظیفه دومش چی است؟ میگیم که چی است؟ امی انتیجن پرزنتینگ سل است. یعنی فعالسازی حجراتی که انتیجن را میگیرن. کدام حجرات است؟ عبارت از ماکروفیج است و بی لیمفوسایت است. درست؟ که باز ما شما در لکچرهای بعدی بی لیمفوسایت تحت بحث قرار میدهیم به شکل مفصل. البته درباره بی لیمفوسایت ما شما بحث میکنیم که بی لیمفوسایت چی است، بی لیمفوسایت چی قسم فعال میشود، توسط چی فعال میشود و بی لیمفوسایت چگونه به پلازما سل مبدل می شود و پلازما سل چگونه در مقابل انتیجن انتیبادی می سازد. خب زمانی که ماکروفیج در انساج وارد شد، یعنی ببخشید امین مانوسایت در انساج وارد شد، انتقال شد به انساج، تغییر نام کرد به ماکروفیج، باز بعضی از ماکروفیج ها در انساج اعضای بدن ما به شکل دائمی جاگزین می شود. کوی عبارت است از امی حجره ماکروفیج در نسج CNS یا سنترال نرو سیستم یا سیستم عصب مرکزی ما، در انساج سیستم عصب مرکزی ما به شکل دائمی جاگزین می شود. کوی را به نام چی یاد میکنیم؟ ماکروگلیا یاد میکنیم. دیگه میگیم که امی ماکروفیج در الویلی لنگ های ما، لنگس یا شش های ما به شکل دائمی جاگزین میشه و کلو بنام الویلی ماکروفیج یاد میکنه. دیگه میگیم که در انساج جگر به شکل دائمی جاگزین میشه و کلو بنام کفرسل یاد میکنه. خب دیگه میگیم که امی حجرات ماکروفیج در
انساج لمفاوی و کلیه ها به شکل دائمی جاگزین می شود که با نام هیستیوسایت یاد میکنیم، و همچنان میگیم در ساینس یک تعداد از امی مکروفیج ها در ساینس لمف نود نیز به شکل دائمی جاگزین می شود که ما با نام ساینس مکروفیج یاد میکنیم. دیگه میگیم که امی حجرات مکروفیج در جلد به شکل دائمی جاگزین می شود که با نام لنگر هانسل یاد میکنیم. دیگه میگیم که یک تعدادی از مکروفیج هاست که تنها در انساج کلیه ها به شکل دائمی جاگزین میشد که رو با نام مزنجیل سلیات میکنیم. و باید داشته باشید حجرات مکروفیج که در انساج لمفاوی و کلیه ها به شکل دائمی جاگزین میشد او رو با نام هیستیوسایت یاد کردیم، که باز گفتیم در ساینس لمف نود ما یک تعداد از حجرات مکروفیج به شکل دائمی جاگزین میشود که رو با نام ساینس مکروفیج یاد کردیم. ولی حجراتی که تنها در کلیه ها به شکل دائمی جاگزین میشه او رو با نام مسنجر سل یاد میکنیم. یعنی امی مسنجر سل در انساج لمفاوی به شکل دائمی جاگزین نمیشود، بلکه تنها در کلیه های در انساج کلیه ها به شکل دائمی جاگزین میشد که رو با نام مسنجر سل یاد میکنیم. خب دیگه باز میگیم که یک تعدادی از حجرات مکروفیج در انساج استخوان به شکل دائمی جاگزین میشود که رو با نام چی یاد میکنیم؟ ما با نام استیوکلاست یاد میکنیم. خب ما و شما باید فرق اکیوت انفلامیشن و کرونیک انفلامیشن نیز بدانیم، و فرق بین اکیوت انفلامیشن و کرونیک انفلامیشن چی است؟ میگیم در التهابی که دارای ماکروفیج و نیتروفیل باشد او را عبارت از چی است؟ اکیوت انفلامیشن یا امی التهاب حاد. و زمانی که ماکروفیج همراه لیمفوسایت در التهاب موجود باشد، زمانی که ماکروفیج و لیمفوسایت در التهاب موجود باشد او را ما به نام کرونیک انفلامیشن یا امی التهاب مزمن یاد میکنیم. خب یک مرور کوتاه میکنیم. گفتیم WBC به دو بخش تقسیم شد که گرانلوسایت نان گرانلوسایت بود، که گرانلوسایت در لکچر گذشته به شکل مفصل مورد بحث قرار دادیم. نان گرانلوسایت میگیم با دو بخش تقسیم شین شود که مانوسایت و لیمفوسایت می باشد، که باز مانوسایت تحت بحث قرار دادیم. گفتیم که مانوسایت امی نیوکلس مانوسایت به شکل چی است؟ لوبیا مانند است، حد نرمالش 2-10% است، و زمانی که مانوسایت تشکیل شد به مدت 3 روز در جریان خون باقی میماند و بعد از 3 روز به نسج انتقال میکند، و زمانی که به نسج انتقال کرد به نام ماکروفیج یاد میشود. پس ما گفته میتونیم که در نسج امی ماکروفیج که موجوده در اصل چیست؟ مانوسایت است. خب که باز گفتیم امی ماکروفیج که تقریبا در تمام انساج موجود است چیگونه فعال میشود؟ زمانی که نسج التهابی شود. زمانی که نسج التهابی شد ماکروفیج فعال میشود. وظیفه ماکروفیج چیست؟ میگیم فاگوسایتوزیس، یعنی هضم نمودن. هضم نمودن چی؟ باکتریا، حجرات مرده و حجرات زخمی میباشد. دیگه چی گفتیم؟ که انتیجن پرزنتینگ سل است، یعنی فالسازی مانند چی؟ ماکروفیج و بیلمفوسایت میباشد. همین ماکروفیج گفتیم در بعضی از در انساج بعضی از اعضای ما به شکل دائمی جاگزین میشد که عبارت از CNS است که به نام ماکرو گلیا یاد میشود. در ششهای ما است که به نام چی یاد میشود؟ به نام الوویلی ماکروفیج یاد میشود. در انساج لیور یا بدنساج جیگر به نام کفرسل یاد میشود. در انساج لمفاوی و کلیه به نام استیوسایت یاد می شود، که باز گفتیم یک تعداد از ماکروفیج ها در ساینوس لیمف نود نیز به شکل دائمی جاگزین می شود که رو به نام ساینوس ماکروفیج یاد می کنیم. دیگه گفتیم کمی حجرات ماکروفیج کسی در جلد به شکل دائمی در انساج جلد به شکل دائمی جاگزین می شود که رو به نام چی یاد می کنیم؟ لنگر هانسل یاد می کنیم. دیگه گفتیم یک تعدادی از حجرات ماکروفیج است که تنها در انساج کلیه به شکل دائمی جاگزین می شود که رو ما به نام مسنجر سل یاد کردیم. و دیگه گفتیم که یک تعداد ماکروفیج ها در استخوان به شکل دائمی جاگزین می شود که رو به نام استیوکلاست یاد کردیم. خوبی بود لکچر امروزی ما دوستا، خدا کند که ما رو جلب توجه شما قرار گرفته باشد. و دوستا اگر تا حال چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین، پس لطف کرده آن رو سابسکرایب کنید. دیگر از شما را سر خداوند یکتا می سپارم. همیشه خوش و خوشحال باشید. الله نگهدار.